دوستان سلام امیدوارم که حالتون عالی باشه این ویدیو اولین ویدیو از سری ویدیو تله های گوشایشیه و تصمیم گرفتم که با مات لگال شروع کنم چون یکی از معروف ترین و قدیمی ترین الگوهای ماتی داخل شطرنج تله های گشایشی که تو این ویدیوها قرار یاد بگیریم علاوه بر اینکه میتونیم با استفاده از این طلا حریفمون رو خیلی زود شکست بدیم میتونیم با الگوهای تاکتیکی و ماتی بیشتری هم آشنا بشیم که باعث میشن تو شطرنج پیشرفت کنیم و به بازیکن بهتری تبدیل بشیم خب وقتشه بریم سراغ صفحه شطرنج تا این الگوی ماتی خفن یعنی مات لگال رو بهتون نشون بدم خب بچه مات لگال تو حالت های مختلفی میتونه به وجود بیاد که تو ویدئوی امروز هم, هم از سمت سفید چند نمونه میبینیم و هم یه نمونه هم از سمت سیاهش رو میبینیم و از نمونه خیلی ساده شروع میکنیم که با خود الگو آشنا بشین سفید میتونین حرکت e 4 رو انجام بدین بعد از حرکت ای 5 با حرکت اسپف 3 که طبیعی ترین حرکت هم است به پیاده ای 5 سیاه حمله میکنیم. حالا مات لگال زمانی که سیا تصمیم بگیره با پیاده دیشیش از پیاده خودش دفاع کنه که به دفاع فیلیدور هم معروفه حالا شما حرکت فیل C4 رو انجام میدین و اینجا سیا حرکات مختلفی داره یه حرکتی که ممکنه بعضی از بازیکنان انجام بدن حرکت اچیشه چون از حرکت اسب g 5 سفید میترسه که خیلی از موقع داخل گوشش ایتالیایی وجود داره که به پیاده f 7 سفید حمله میکنه برای همین خیلی از بازیکنان سیا حرکت اچیش رو انجام میدن که از حرکت اسب جی 5 جلوگیری کنن ولی خب حرکت چیش حرکت غیر فعالیه و مهره رو گسترش نمیده حالا شما میتونید با حرکت اسب سی سوار بعدیتون رو هم گسترش بدین و تو این وضعیت حرکتی که برای سیا خیلی خیلی بده حرکت فیل جی 4 که اسب سپید رو آچمس کنه و به ما اجازه میده که الگوی ماتی لگال رو اجرا کنیم و حرکت اول الگوی ماتی لگال حرکت خفن اسب در ای پنجه که به نظر حرکت عجیبی میاد چون سیاه هم میتونه اسب و بزنه و هم میتونه وزیر خونه دیکو بزنه ولی خب هیچ کدوم از این حرکات خوب نیستن و در هر صورت سیاه بازنده است حرکتی که سیاه میتونه اینجا انجام بده که صرفا مات نشه اینه که اسب خونه ای 5 رو بزنه و حالا ما میتونیم با وزیر فیل خونه جی 4 رو بزنیم و یه پیاده جلوی ما حسابی هم تو گستر شلیم پس این وضعیت کاملا به نفع سفید و سیاه میشه گفت بازند است بله سیاه با خودش بگه که سفید احتمالا میخواد با اسب بزنه تو خونه ای اف 7 و وزیر رو روخ و چنگال کنه و اشتباه محاسبه کرده من میتونم اینجا وزیر خونه ای کو بزنم اینجا حرکتی که سیاه ندیده حرکت فیل در هف کیشه که با فیل کیش میدیم ولی نه به خاطر اینکه یه پیاده بگیریم به خاطر اینکه شاه سیاه مجبور کنیم خونه ای 7 بیاد و حالا یه کیش کشنده ای اسب داخل خونه دی 5 میدیم و شاه سیاه رو مات میکنیم این مات لگاله که داخل تصویر میبینیم و تو حالتهای مختلفی هم ممکنه پیش بیاد که تا چند لحظه دیگه بهتون نشون میدم همونطور که میبینید این خونه با فیل کنترل شده این خونه هم داره با فیل کنترل میشه این خونه داره با این یکی اسب کنترل میشه و این خونه هم با این یکی اسبمون کنترل میشه و تونستیم به زیبایی شاه حریف رو مات کنیم یه مدل دیگهش رو هم اگه بخوام بهتون نشون بدم که سیاه باز بهتر بازی میکنه و این حرکت اچش ای رو انجام نمیده حرکت بهتر اسب سیشیش رو انجام میده ما با حرکت اسب سیسه باز پاسخ میدیم و تو این وضعیت سیا حرکت مختلفی داره بازم ولی حرکت بعد دوباره حرکت فیل حالا ما اینجا حرکت H سر رو اول انجام میدیم و بعد از حرکت فیل h 5 حرکت اسب در ای 5 رو انجام میدیم بچا تهدید دوباره مات کردن شاه اگه سیاه بخواد وزیر رو بزنه اول با فیل داخل خونه اف 7 میزنیم کیش و بعد از حرکت شاه ای 7 با اسب شاه سیاه رو مات میکنیم و سیاه بازنده است ولی اگه سیاه اینجا بیاد با خودش بگه که من میتونم اسب رو بزنم اگه با پیاده بزنه که دقیقا مثل, مثل مثال قبلی ما میتونیم فیل رو بزنیم و بازم سفید وضعیت بهتری داره چون تو گسترش شلوه و یه هم بیشتر داره. ولی اگه سیاه بیاد به خودش بگه که زرنگی در بیاره، اسب خونه ای5 رو بزنه، با اسبش بزنه که حالا فیل خونه ای3م زیر ضرب باشه، ما خیلی راحت میتونیم دوباره فیل خونه اچ5 ای ای رو بزنیم و بعد از اینکه سیاه فیل ما رو زد، یکیش خیلی غیر منتظره داخل خونه بی5 به سیاه میدیم. و هر حرکت سیاه کنه حرکت بعدی اسب خونه سی چار رو میزنیم و بازم یه پیاده جلویم و تو گسترشم جلو خواهیم بود خب مثال بعدی که میخوایم ببینیم این الگو به نفع سیاه اتفاق میفته و داخل گوشش استفرد گمبیت یا گامبی استفرد یا استافورد. که یکی از گامبیا و گوشایشه که پر از تله واقعا من گوشایشی ندیدم که اینقدر تله داشته باشه و حتی برای بازیکنهای قوی هم خیلی سخته که داخل این تله نیفتن که حتما ویدیو برای این گامبی هم جداگانه میسازم خب حالا ببینیم این دام چطوری اتفاق میفته سفید حرکت ای 4 رو انجام میده و ما حرکت ای 5 رو انجام میدیم سفید اسپف 3 میکنه و حالا ما با حرکت اسب f6 پاسخ میدیم که به دفاع پتروف معروفه بازم دفاع خیلی معروفیه ولی از دفاعی که خیلی مستحکمه و شاید از نظر بعضیا کسل کننده هم بیاد ولی خب با اینجا نمیخوایم وارد خود دفاع پتروف بشیم و بعد از حرکت اسب e5 میخوایم حرکت اسب c6 رو انجام بدیم بهش گامبی میگن به خاطر اینکه پیاده e5 مون رو فدا کردیم حالا سفید میتونه اسب ما رو بزنه با پیاده D پس میگیریم و خب الان یه پیاده عقبیم و حالا از اونجایی که پیاده ای 4 سفید زیر ضربه یه حرکت طبیعی برای سفید اینه که حرکت دی سر رو انجام بده تا از پیاده خودش دفاع کنه خب ما اینجا حرکت فیل سی 5 رو انجام میدیم همونطور که میبینیم با اینکه سیا یه پیاده عقبه ولی خب مهرای خیلی فعالی داره فیلش رو میتونه بعدن g 4 بذاره قله کوچیک بره و مورای خیلی فعالی داره و تو گسترش هم جلوه و حتی اگه سفید تو دامای ما هم نیفته که همونطور که گفتم خیلی خیلی میتونه سخت باشه بازم این وضعیت برای سیاه قابل بازیه به خاطر اینکه مورای فعالی داره خب اینجا حرکتی که برای سفید خیلی حرکت بدی محسوب میشه حرکت فیل جی پنجه سفید فیل خودش رو گسترش میده تا اسب ما رو آچمز کنه و حرکت خفنی که میتونیم اینجا انجام بدیم حرکت اسب در و بچه تو این وضعیت با اینکه تمام مهرا مساویه ولی سیاه کاملا برنده است و وضعیت سفید خیلی خیلی داغونه و سیاه با حرکت اسب در ایچار هم داره اسب قربانی میده و هم داره وزیر قربانی میده که هر دوتا به نفع سیاه خواهند بود اگه سفید بیاد اسب ما رو بزنه بچه توی تله دیگه حالا میفته همونطور که میبینید وزیر سفید زیر ضربه ولی فعلا شاید سفید مدافعشه حالا یه کش خیلی قشنگ با فیل در F2 میدیم پیاده سفید رو میزنیم و به شای سفید کیش میدیم بچه سفید نمیتونه فیل ما رو بزنه به خاطر اینکه خیلی راحت وزیر خودش رو از دست میده پس مجبور حرکت شاه ای دور کنه که همچنان از وزیر خودش دفاع کنه و ما هم اینجا حرکت فیل جی 4 کیش رو میدیم و بعد از اونم وزیر سفید رو میزنیم و یه وزیر جلو میفتیم و اون وضعیت کاملا برای سیا برند است پس اگه سفید بخواد اسب ما رو بزنه خیلی راحت داخل چند حرکت وزیر خودش رو از دست میده حالا اگه سفید بیاد وزیر رو بزنه با خودش بگه احتمالا سیاه میخواد با اسب بزنه و وزیر رو چنگال کنه و مشکلی برام پیش نمید اگرم با فیل بزنه فوقش از شاغله میفتم و یه سرباز از دست میده ما تو این وضعیت حرکت فیل در افتور رو انجام میدیم و چه سفید یک انتخاب بیشتر نداره حرکت شایدو و بعد از اون با حرکت فیرجی چارکیش سفید و کیش و مات میکنیم همونطور که میبینید این ماتی که تو این بازی رخ داد یکم با مات لگال اصلی فرق میکنه چون داخل مات لگال اصلی یه اسب خونه دی چار داشتیم و سیاهو با دو تا اسب مات کردیم که تو این مثال داریم حریفمون رو با دو تا فیل مات میکنیم اونجا با حرکت اسب کیش دادیم و خونه افسم داشت با اسبمون کنترل میشد ولی اینجا داریم با فیل کیش میدیم و سفید و مات میکنیم که خیلی خیلی شبیه مات لگال و الگوش جوره الهام گرفته از همون مات لگال اصلیه خب اینم از مات لگال امیدوارم بتونید تو بازیاتون ازش استفاده کنین و حریفاتون رو خیلی سریع شکست بدین لطفا ویدیو رو لایک کنین و اگه به شطرنج علاقه مندین و نمیخواین که ویدیوهای بعدی من رو از دست بدین میتونین کانال من رو سابسکرایب کنین خیلی خیلی ممنون که تا پایان ویدیو با من همراه بودین